بحث منابع طبیعی منابع پایه کشور هست. بس وظیفه‌ای که مؤسسه کار میکنه روی دو تا پروژهش خدمت شما عرض میکنم. یکی از مهمترین چالش ما تغییرات اقلیمه. ما برای اینکه انفعالی باش بر نخوریم توی این دوره دولت محترم در واقع سیستم پایش را در سراسر ایران برقرار کردیم، تمام پایگاه هایی که تا تغییرات اقلیم روی اکوسیستم های طبیعی خودمون را به دست بیاریم و بشه بر اساس مدیریت کرد. وظیفه دیگه ما مسئولیت مطالعه ریزگرده کشور با ما هست که بر اساس این خوشبختانه خوزستان که مطالعه شد دولت دیگه تونست کنترل کنه، سیستان را هم تموم کردیم، الان متمرکز شدیم روی قسمت مرکزی و شرق ایران. ولی یک پروژه خیلی بزرگی که حضرت علی در دولت هم بهش اشاره داشتین زراعت چوب هست. این ما به تمام نقاط ایران رقم معرفی کردیم به راحتی با کاشت این رقم ها تولید دو برابر میشه، یعنی میرسه به 30 متر مکعب و برنامه‌اش هم تدوین شده با همکاری سازمان جنگلا و انقریب تو سازمان برنامه نهایی میشه. یکی از پروژه های اقتصادی کشور که میتونه تحول اساسی ده هم در اشتغال و هم در ارزش افزوده در صنعت چوب کاغذ این پروژه اجرا میکنه و مهمتر از همه این اینه که هیچ نوع وابستگی به منابع دولتی اصلا نداره. و پروژه بعدی بحث گیاهان‌دارویی هست. روی این که انشاءالله ما تحقیقات وسیع گسترده‌ای که روش انجام دادیم سال آینده 48 رقم از منابع ژنتیکی خود کشور ما داریم معرفی میکنیم. این در زراعت گیاهانداری کشور باز یه پروژه کاملا اقتصادی و اشتغالزا، از همه مهمتر این که اصلا به منابع ملی هیچ نوع وابستگی نداره و انشالله این دو این هم سنوبر هست درخت با همین مشخص بله میشه. همین ها دیگه هر کدام بله. دیگه ساله بله یه سال، این 6 ساله است، این 10 ساله است، این رقم آخرین رقمی که ما معرفی کردیم به من یعنی هر سالی بگذره یه دونه اضافه بله میشه. بله یه دونه اضافه میشه. پس اینه که 300 ساله است چجوری؟ من خیلی فشردم. بله 300 سال داریم، مثلا 500 600 ساله داریم. سنوبر خودمون داریم، راحت میتونیم شناسایی کنیم. تو خود مؤسسه رو جنگلات برداشتیم، راحت میگیم دوره صفویه اینجا بوده، همین دوران رو تقریبا روش کار کردیم.